سلام به دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ بریم روی بدون معطلی بریم یه سر به بیت کوین و دامیننسش بزنیم. یه سیگنال رایگانم امروز بهت میدم لابلای صحبت ها و بیت کوین حالا چه اتفاقی افتاد الان بهت میگم. بچه ها، BTC به USDT همونجوری که یه خبر وحشتناک آمازون رو انداختن توی بازار که ما دیروزم تو کانال سیگنال گذاشتیمش، اینجا گذاشتم. شرکت آمازون گزارشات اخیر مبنی بر پذیرش بیت کوین در سال جاری را رد کرد. این یهویی باعث شد بچه‌ها یه همچین کندل قرمز رنگی ببنده و بیاد پایین. ولی از اونجایی که حمایت این خط روند رو داشت و این البته اینم گفته بودم بچه‌ها یادتون باشه دیروز گفتم خیلی با این خط فاصله گرفته و این خیلی سیخ رفته بالا، حالا این یه مقدار اصلاح لازم داشت دیگه. اینجا خودشون اون بازارگردونا بلدن، نهنگا بلدن کار خودشون رو بکنن و اینجا اومدن یه خبر این شکلی زدن تو بازار تا یکم اصلاح کنه و دوباره باز حمایتش کنن و بره بالا. بچه با این یک کندل قرمز روند ریزشی نخواهد شد، به اضافه اینکه روند کلن ریزشی هست. تا کی؟ اینو من اعلام کردم توی دوتا ویدیوی قبل، ولی خب یه بار دیگه ببینیم. ببین یه خط روند ریزشی اینجا داریم که داره سعی میکنه اینو بشکونه که نتونست، دوباره ریخت، چند بار دیگه ضربه میزنه تا وقتی که این حمایت یک ساعته رو تو تایم فریم 4 ساعته و 1 ساعته میتونی براش یه خط روند بکشی. تا وقتی اینو داشته باشه بچه‌ها میگیم به صورت کوتاه مدت و موقت فعلا روند صعودی شده. اوکی، کی روند واقعا صعودی میشه؟ این خط سبز رو میبینی؟ اینجوریش کنیم، از اینجا ببین، این دوتا قله رو به هم وصل کردیم، گفتیم آقا هر وقت این خط روند رو به صورت معتبر و دیلی، حالا ترجیحاً اگه هفته ای که خیالمون راحت تره، ولی اگر دیلی 4 ساعته شکون و یه پول بک روش زد، یعنی روی عددهای 42 43 44000 و دقیقاً اگر بخوایم حالا اینو اینجوری متصرف خوشبینانه‌شو بخوایم نگاه کنیم، بیاد تا بالا اینجا بخواد برسه میشه 43130. درسته؟ اینجا رو ببین، 42000 43000 ببین، اینجا رو شکوند به بالا و معتبر روی این پول بک زد و حرکت کرد، شما وارد مارکت بشو. چون خیلی پیام داشتم سعید الان بخریم روند صعودی شد دیگه خیالمون راحت بخریم، نه، تو ویدیوی قبلم گفتم لطفاً نخرین به خاطر اینکه هنوز ببین، هنوز قربونه روند رو ببین، همچنان نزولیه. میبینی با یه کندل سبز، حالا تو دیلی اگر نگاش کنی ببین، با چند تا کندل سبز اینجوری گول نخور، ممکنه یه اصلاح باشه دوباره ریزش. و به نظر خودم، حالا شخصی بخوام به قضیه نگاه کنم، فکر میکنم اینجاها بیاد و اینجاها گفتن نگو، بگو عدد بگو تا همون 39-40 نهایت 42 رو ببینه تا این قسمت ها، و دوباره باز یه ریزش خواهیم داشت. اول از همه روی 35000، یعنی همینجایی که الان واستادم، روی 35000 یه پول بک داشته باشه و دوباره بخواد به این سطح بکوبه. این میشه خوشبینانش. و اگر این خط و شکون یه ریزش از اصلاح این روند رو بخواد داشته باشه، تقریبا تا 32.5 32700 باید منتظرش باشیم. اینم حالت بدبینانش که ریزشی بشه. پس اونایی که از بازار فکر میکنن جا موندن، یه فرصت خرید مجدد بهشون بیت کوین میده. اصلا عجله نکنین و توی سقف نخرین. این از نظر من سقفه. ما از همین سقف یکی میاد میگه که آقا ببین سوالاتم حفظم، یعنی میدونم چی ممکنه بپرسی، اینجا جواب میدم. سعید الان میگی سقفه، اگر نخریدم جا موندم چی؟ ببین حفظ سرمایه اولویتته و دوم سود احتمالی. تو نمیتونی پولتو اینجا فدا کنی که شاید رفت و اینو شکون رفت بالا. اوکی، گرونتر بخر، ولی جای امن بخر. به عددو نگاه کن، جای امن بخر بالای مووینگ 200. ببین 200 داره مماس میشه با این، میبینی؟ این تا 200ش برسه که احتمال 70-80% میرسه. چرا نمیگم 100%؟ بچه هیچ چیزی توی مارکت 100% نیست. من خیلی ویدیو از من دیدین، خیلی گفتم آقا این اینجوری میشه، این اینجوری میشه، 97-8% همونی که گفتم شده.
بریم ویدیوی گذشته رو نگاه کنیم، چارت تریدینگ ویو تاریخاش هم هست، همشو گفتم، همش هم شده، هم ببخشید همش شده 94.5% شده، 90 اصلا 92.3% شده، بدبینانه، ولی 100% نشده. 100% هیچ چیزی 100% نیست تو مارکت، چون من خبر ندارم اون نهنگه، اون دولته، اون بازارگردونه چی تو کلشه. و ماها که حالا خیلیاتون تو کانال خودمون نهنگایی هستن که دارن خرید و فروش میکنن، باز هم نسبت به اونا، اونایی که میگم حجم وسیع پول، خورده پایین. حالا این تا پس قرار شد تا 42-44 یا نهایتاً موینگ 200ش حرکتشو انجام بده و بعد بریزه پایین. موینگ 50ش هم بچه‌ها میخوام نگاه کنم توی این ویدیو، یه سرم به موینگ 50 بزنیم. 50 رو شکوند چی شد تو دیلی؟ اینا همش تو دیلی داره بچه‌ها دیده میشه، حواستون باشه. ببین 50 رو شکونده، خب پول بکشو به 50 نزده. گرفتی چی شد؟ یعنی چی؟ بیا گذشته رو ببینیم. ببین 50 خیلی خوب تو دیلی حمایت کرده بوده. ببین یه 50 رو نگاه کنیم که دیلی پول بک داشته باشه. هیچی نداریم، همش یا شکونده رفته بالا یا اومده پایین. ببینیم اینجا میشه پیدا کرد، اینجا میشه پیدا کرد. ببین 50 رو که شکونده، حالا روش هم بوده، ولی اومده اینجا یه پول بکش رو زده و بعد حرکت کرده به سمت بالا. خیلی کم پیدا میشه. یکی دیگه هم ببینیم میشه پیدا کرد. نه خیلی کمه، ولی به نظر من پول بکر رو باید بزنه. بچه ها یه بار دیگه نگاه کنیم. نه در هر صورت 50 باید پول بکر رو به نظر من بزنه. هر جور حساب میکنم این یه مقدار خب. پس این خب، پس بچه‌ها این از روند بیت کوین و موینگ 50ش هم که گفتیم. خب یه سر به آلت کوینایی که سیگنال کرده بودیم بچه‌ها بزنیم. آلیس رو یه سر بزنیم، آی ایکس اس هم نگاهش میکنم، چون آلیس و آی ایکس اس رو میدونم زیاد ازش داری. بریم تو تایم فریم دیلی که دیروز سیگنالش کردیم، البته چند روز سیگنالش کردیم، اومد بچه‌ها یه کوچ اینجا که یه بار دو بار تیپمون رو زد، بذار 4 سایت بیارمش، دوباره ریزش کرد. خب یه شکست خط روند خوشگلم بهمون داد. شورت گرفتین یا نگرفتین نمیدونم، البته AXS رو گرفتیم شورتش رو توی VIP. یه سیگنال خوب اینجا بوده که اینو نمیدونم گرفتی یا نگرفتی، دوباره اومده دو پله برات خرید کرده، البته این برخوردش انجام نشده فکر کنم، نه نشده، دو پله واسط خرید کرده. بچه این سیگنال های رایگان توی یوتیوب و توی استوری های اینستاگرام هست، هر دو رو فالو کنین. اینستاگرام هم تو دیسکریپشن هست، استوری هاشو همیشه دنبال کن، سیگنال رایگان میذارم، همین امروز هم گذاشتم. خب چی میگفتیم؟ آلیس. آلیس اومد چقدر سود داد؟ یه محاسبه بکنیم. یه پله دو پله خرید کرده تا این بالا که رفته 47% و تارگت 1 و 2 تو زده. وقتی 1 و 2 رو میزنه این دوتا میشه عدد سبز رنگ. بچه ها من اینو عوض کنم الان رنگشو، خودت عوض کن دیگه، اینا میشه نقاط خرید بعدیت. گرفتی؟ میشه نقاط خرید بعدی. اوکی الان هم میشه خرید. آره همین الان یه خط اینجا میندازم، شما اینجا هم یه پله میتونی خرید کنی. اوکی خب بیا تو تایم فریم کوتاه‌تر یه ساعته چک کنیم. خب این یه پول بک میزنه، همینجوری میاد 1 و 2 و 3 رو احتمالاً میزنه، فعال میکنه و دوباره تیپی 1 2. چقدر سود میده تا این پایین بیاد؟ آه از همینجا اصلا ولش کن پایینو، یه 5% و یه 17% بهت میده. گرفتی شد؟ اگر همینجا فقط فعالش کنی، اگه پایین‌تر اومد که پله‌ای بذار بخره، 100 دلار اینجا بخر، 100 دلار اینجا بخر، 100 تا 100 تا 100 تا، همینجا بچین تا پایین، هر چی رفت پایین تر تو بیشتر بخر، اصلا نگران نباش. دوباره باز میاد بالا به سود میده و وقتی بیاد بالا تو میانگین خرید گرفته باشی، بیای وسط رو در نظر بگیری، حتی اینا میشه تارگت فروش برای تو، چون تو میانگین کم کردی و فوق العاده است این استراتژی میانگین کم کردن.
AXS هم بچه ها تیپی 1 و 2 و 3 رو با هم زد، نوش جونتون اونایی که گرفتین. یه شورت هم دیروز ازش گرفتیم، از اینجا تا تیپی اولش اینجا بود، 10% داد که توی استوری اینستاگرام هم گذاشتن به لحظه لایو ترید داشتیم میرفتیم با بچه ها توی وی آی پی. بچه ها وی آی پی رو واقعا بیاین، سی ستر هزینه شه ولی واقعا تو کندل اول روز اول بهت پولتو برمیگردونم، ده ها برابرش هم بهت برمیگردونم، 29 روز دیگه شم فقط بشینش خواهد. این ده اینو پاکش کنم، 10% رو بچه ها ضریب 20 گرفتیم، 200% توی تایم فریم یک ساعته داریم نگه توی کنم، 5-6 ساعتی شد اینجا بود تقریبا فروختیم، آره 5 ساعت همینجا بود بچه ها، 9.50 تا پایین، آره 10% ازش گرفتیم و ضریب 20، 200% تو 5 ساعت سود دادم، 200% توی 5 ساعت سود دادم، نوش جون تک تک کسایی که بودن و با من گرفتن تو وی آی پی. و باز دوباره اثبات کارارم اونجا حالا جالب بود، گفتم بچه‌هایی که اثبات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 پله خریدین، خب گفتم آقا داره میرزه اثبات ها بخرن اون فیوچرز بازا سل بگیرن، خیلی باحال بود. صبح پاشدم دیدم اومده تیپی 1 و 2 و 3 رو با هم زده، ببین اینجا خریده تا اینجا، میانگینت میشه کجا؟ این وسط. خب تا تیپی 3 30% سود داده، تا تیپی 1 هم 16% بهت داده، نوشه جونت. حالا اگه یکی هم از دستش در رفته باشه این پایین ما اینا گرفته باشه که واقعا نوشه جونش و این پله آخر فروخته باشه، 47% خیلی عالی بود. AXS بی نظیره بچه، عرض یه بازیه، خب که بازیه الان وایرال شده و خیلی باحال، سرچ کنین تو گوگل حالا وقت ویدیو رو میگیره و حتما در موردش تحقیق کنین. خب همین الانی که با هم داریم صحبت میکنیم داره میاد پایین، من اینو میام تیپی زردنگ رو تبدیل میکنم به سبز، میارمش میذارمش اینجا. بچه ها پلهی شروع کنیم باز به خرید، تا هر جا ریخ بخر، دوباره تیپی تو بذار، اوردر فروش تو بذار 1. خب اینم برش میدارم، اینو سیگنال هم حواستون بهش هست، اینم برش میدارم، میام یه دونه به قول بچه ها یه دونه ره داره، یه دونه اینجا برات حمایت میذارم، دو تا کف رو به هم وصل کردم، خیلی رفته بالا، صبر کنین میاد اینجا اصلاح میزنه دوباره میره بالا. اینم از این، اگر این خط رو شکوند من نبودم، وصیته اگر من نبودم تو یوتیوب اینو شکوند، بچه ها بعد از شکست خطر اونایی که اثبات دارن میخرن این پله ها رو بخرن، اگر اینو شکوند میتونی باهاش یه شورت بگیری، اوردرای فروشتو بذاری روی این خطوط. اینم وصیت واسه اونایی که بعدن اینو میبینن. خب دیگه چی آماده کرده بودم واسه تتار هم بچه ها سیگنال کردیم، البته سیگنال دیروز زیاد دادم ولی چند تاشو نگاه کنیم. تتا چی شد که نوشتم اینجا؟ خب آها تتا رو نوشتم به خاطر اینکه گفتم بچه ها یه بار سودشو داده، شکست خط روند زده و الان حمایت 200 رو داره زیرش تو تایم فریم یک ساعته. میبینی؟ تو 4 ساعت هم بذار نگاش کنن. آره ببین این میاد پول بکشو به این میزنه، میشکونه دوباره و حرکتش به سمت بالا، تیپی های 1 و 2 و 3 احتمالا میخوره دوباره، 1 و 2 شو مطمئن نمیخوره. اینم پلهی خرید کنین اگر مایل بودی. اونایی هم که اینجا یه بار اینجا رو گرفتن چقدر سود داده؟ یه 29-30% بهشون داده. دوباره اگر خرید کردی اوردر فروشتو بذار رو 6-38. اینم از تتا یادم مونده بود بگم. خب بچه TLM هم یه نگاه بکنیم و بریم واسه بقیه صحبت ها. TLM هم دوباره حمایت شد، این خط حمایت ها رو میبینی بچه ها، اینا رو میذارم خیلی جوابه. توی همینا شروع کنی نوسانگیری. یعنی چی؟ یعنی که خب چقدر سود داد اینجا؟ 148%، چون همه اینو گرفتیم اگه یادتون باشه. دوباره شورتشو من نگرفتم، نمیدونم این دیگه از دستمون در رفته بود، ولی اگر خرید کردی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تو نخریده، میانگین خریدت میشه اینجا، همین الان 7% تو سودی و به این بالا میرسه بچه ها. تیپی 1 رو میزنه تا نزدیکش هم رفته، 15 دقیقه‌شو نگاه کنین، اومده 200 شکونده یه پول بک روش و حرکت به سمت تیپی 1. اوکی یه مقاومت هم اینجا داره،
حواستون به این، حتی اینو بذار دقیق ترش کنم. میبینی نتونسته اینو بشکنه، شده شده اومده پایین. حواستون به این باشه، اگر اینجا خریدی کلن میانگین خریدت میشه، وسط اینو نگاه کنی اینجا روی این تیپی 16% به سود میده. اینو عوضش میکنم بچه، رنگشو زرد رنگش میکنم. اینجا یه پله بفروش، اگر اینو شکوند به بالا دوباره بخر، تا این بالا میتونی باش همراه باشی. اینم تحلیلش. یه خط روندم میخوام دوباره براش بکشم تو کوتاه مدتش، توی 15 دقیقه. اگرم شکست خط روند داد میتونی با شورت بگیری باز دوباره تا این سبز رنگه، عدد 0.2588. چرا اینو میگم؟ این اون خط حمایت بلند مدت است. گرفتی چی شد؟ پس اگه اینو شکون تا اینجا میتونی منتظرش باشی، و اگر اینو باز شکون بیا تا قله های قبلی. این قله ها رو میبینی؟ قله های قبلی رو برای خودت بچین بیا پایین. اینم از سیگنال. این دو تا نکته سوال خیلی شده بود بچه ها، نزدیک 25 نفر فقط توی کامنت ها نوشته بودن چجوری عضو کانال وی آی پی سیگنال بشیم. اینا رو تبلیغات هم میخوای حساب کنی، هرچی میخوای حساب کنی توضیح بدم کوچولو. رو دورتون هم میتونی بذاری ویدیو رو که زودتر وقت تو من نگیرم. من واقعا خجالت زدم، همیشه این تایم ویدیو میره بالا و شرمنده میشم که وقت شما رو میگیرم، ولی خدا شاهده هدفم سود رسوندن. امیدوارم موفق باشم تو این راه و بتونم $10 $20 به هر کسی بتونم کمک کنم. همون وظیفه‌مو انجام دادم و خوشحالم توش، وجدان خودم. سوال کرده که چجوری عضو کانال سیگنال و آموزشت بشم. قربونت، یه شماره تلفن الان این زیر میذارم، تو تلگرام بهش پیام بده. همین. خب این دیگه ساده ترین روش. حرفه‌ای تر برو تو دیسکریپشن یه رباته روش بزن، اسم و فامیل و شماره تماستو بهش بده، یه خرید اشتراک بهت میده، یه ولت بهت میده، ولتتو پرداخت کن اون مبلغی که اشتراکت 150 تا آموزشه، 30 تا یه ماهت، 80 تا 3 ماه است، 6 ماه یه سال هم داره اگه دوست داشتی میتونی انتخاب کنی. بگیر پاشو بیا با هم سود کنیم. دیگه ساده تر از این من نمیتونم بگم. و چه دلیلی دارم این حرفو میزنم؟ دلیلش همین سوداییه که توی هایلایت های سه تا هایلایت 300 تا پیامه، صحبت های خودتون نسبت به منه. اینا رو عکس گرفتم، اسکرین شات گرفتم، استوری کردم و بعد استوری های هایلایت کردم. هایلایت ها رو برو بخون، اگر اوکی بودی، ذهنت اون چیزی که میخواستی و بهت داد و قبول کردی این موضوع رو که میتونی کنار من سود کنی، با روش من سود کنی، پاشو بیا با هم قشنگ سود کنیم. گرفتی چی شد؟ این از این هایلایت اینستاگرام. حالا اینستاگرام از کجا برم؟ سعید فیزیان، سعید آندرلاین فیزیان، دقیقشو اینجا ببین قربونت، این پیج سعید فیزیان. من اینجوری میگیرم، نمیدونم خونده میشه یا نه. سعید آندرلاین فیزیان آندرلاین 3. بعد حالا اینو کجا دارم میدونم؟ 27700 نفرم اونجا فالو کردن که دنبال میکنن. دم همشون گرم، از همینجا تک تکشون و دستشون رو میبوسم که این لایک ها رو میزنن و حمایت میکنن. دمشون گرم، انشالله بتونم خدمت کنم، به روزی برسونم. یه نکته رو بگم بچه ها، خیلی کامنت میاد یکم دیر جواب میدم. اول عذرخواهی کنم به خاطر دیر جواب دادن دایرکت تلگرام، ولی جواب میدم، صبور باشین لطفا. از امروز سعی میکنم که کامنت های یوتیوب هم جواب بدم. این دیگه واقعا خیلی میشه بچه ها، روزی 1700 تا پیام جواب میدم. سعی میکنم اونا رو هم اضافه کنم بهش و از امروز جواب بدم. سوالاتونو اگر حرفه‌ایه بپرسین. اگر ببین خیلی، یه چیزی بگم، یوتیوب دانشگاه است قربونت، هر چیزی رو سوال شد برات برو سرچ بزن، از من بهتر بهت یاد میده، حتی از من بهتر میتونی یاد بگیری. سه تا چهار تا استاد رو نگاه کن ویدیوشونو، خیلی راحت به سوالات میرسی، چون خیلی سوال اومده. بعد من بخوام بیام دونه دونه تایپ کنم برات بفرستم خیلی زمان بر میشه. بعد یه سری سوالاتون قضیه وقتگیری نیستا، قضیه اینه که تخصصیه. مثلا یک سوال میپرسه یه روب من باید ویدیو برای ثبت کنم جوابتو بدم که حرفه‌ای جوابتو داده باشن. گرفتی؟ چون بازار مالیه، خدای نکرده بری پولتو ببازی من کم توضیح داده باشم، من مدیونت میشم. پس این کارو نمیکنم اگر جواب نمیدم. اگر همون سوالتو بری تو یوتیوب سرچ کنی، قشنگ واسه چند تا ویدیو میاد، دو تاشو ببینی از من استادتری. به همین راحتی داداشی. خب همه چی رو گفتم،
حرفام هم زدم، دم همتون گرم. کامنتاتونم به زودی میخونم و جواب میدم اونه که حالا سریعتر میشه جواب داد و روچشام. دم همتون گرم فعلا رفقا، خدافظ.